در گزارشی که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل در یمن منتشر کرد، از مرگ 259 کودک یمنی و ابتلای حدود 26 هزار نفر به بیماری حسبه در سال جاری خبر داد. این دفتر، کمپین‌هایی که علیه تزریق واکسن این بیماری تبلیغات گمراه ای انجام می‌دهند، و نیز گروه‌هایی که مانع اطلاع رسانی و فعالیت کمپین‌های آگاهی بخش برای تزریق این واکسن می شوند را دو عامل اصلی افزایش تلفات انسانی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن برشمرده است در گزارش سازمان ملل که توسط خبرگزاری اخبار شیعه پیگیری شد تاکید شده که این عوامل بازدارنده میزان ابتلا به این بیماری را تا 96 درصد افزایش داده است در ادامه این گزارش آمده که ارائه دو یا سه دوز واکسن حسبه می توانست از شدت وخامت اوضاع و, و تشدید این بیماری جلوگیری کند زیرا 88 درصد کودکان مبتلا به هسته هیچ دوزی از واکسن را دریافت نکردند کارشناسان بهداشت بر این که با استفاده از واکسن از هسته فلج اطفال و سایر بیماریهای های در حال گسترش در یمن که بدترین بحران انسانی در جهان را تجربه می کند جلوگیری کرد در این گزارش همچنین آمده است که میزان بالای سوء تغذیه شرایط گسترش بیشتر حسبه و عفونت های شدیدتر را بیشتر کرده و باعث افزایش مرگ و در میان کودکان گردیده است سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد که قرار است کمپین واکسیناسیون علیه شیوع حسبه در سه ماهه سوم سال جاری با مشارکت مقام های حوسی واکسیناسیون تمام استانهای تحت کنترل ذیل پوشش خود قرار دهد